و من به خاطر فرصت کمی که دارم تا 5 دقیقه دیگه هستم و خدمتتون خواهش میکنم. من اگر اجازه بدین در باب آنچه که اپوزیسیون خوانده شده یک بحث کوتاهی رو مطرح بکنم. یک نکنین هر پوزیسیونی اپوزیسیون داره. اگر جناح‌های داخلی رو شما در نظر بگیرین، اصول گرایان و در کنارشون اصلاح طلبان، در اصل آنان اپوزیسیون همگرا از بدنه نظام بودن، همتون که رفسنجانی، خاتمی، موسوی، کروبی و غیره خواهان دگرگونی و براندازی نبودن. الان که در حال حاضر اونا به کنار رفتن و دولت یک پارچه اصولگرا روی کار آمده، معذرت میخوام جناب رحیمی، کنارشون زدن، کنار نرفتن، هنوز هم حرف میزنن، هنوز هم روشون زیاده. هنوز این بخش دولت جمهوری اسلامی اینها رو استفاده کرد در یه مقطعی. برای همین که گفتی 5 دقیقه دیگه، من در عرض 5 دقیقه سعی میکنم که قبل از اینکه از اتاق خارج بشیم مسائل رو مطرح بکنم. اینی که اینو باید در نظر داشته باشین، در حال حاضر یک توان رزمی به خاطر ورشکستگی اقتصادی، به خاطر زیربنای اقتصادی رانت خار، دوست سالار، سردار سالار، داماد سالار نمیتونه مقابله بکنه با یک به هر حال تهاجم برونی، مخصوصا که جنگ های الکترونیک هست، جنگ های پهپادی هست، جنگ های سایبری هست. از این رو زورش به مردم خودش میرسه برای سرکوب آنان، همینطور که ناجا الان تبدیل به یک ارتش شده، به یک سپاه شده، هر گونه جنبش ملی، هر گونه خیزش ملی رو بیاد در نقطه خفه بکنه. اون چی که از نظر اپوزیسیون برون مرزی مطرح است، ما به عنوان به هر حال اندیشکده پارس یهود یکایک گزینه های براندازی رو ما ارزیابی میکنیم، و ولی هیچ وقت اسرائیل به دنبال رژیم چینج نبوده. از من میپرسن چرا؟ برای اینکه ما دخالت نمیکنیم تو کار یک کشور دیگه، همینطورم نمیخوایم که یک کشور دیگه دخالت بکنه در کارهایی که مربوط به اسرائیل میشه. الان 10 برابر آنچه که یوکنی میلیارد دلار تخصیص دادن برای مواجهه با جمهوری اسلامی و تهدیدات جمهوری اسلامی، 10 برابر آنها از طریق مماشات در یک دولت ائتلافی میانه رو اسلامگرا و همینطور چپگرای افراطی مارکسیزم اسلامی در حال حاضر ما در اسرائیل، یعنی بنت لوید و عباس، اگر منصور عباس نباشه این دولت نمیتونه پابرجا باشه. از این رو این اولین دولت پسا زاینیستی و ضد زاینیستی هستش که روی کار آمده، و منصور عباس هم میگه این دولت اولین دولت اسرائیل فلسطینی هستش که حتی دو دولت اسرائیل و فلسطین رو به رسمیت میشناسه، در جودا و سامره همینطور که نتانیاهو به رسمیت شناخت، برای اینکه تنش زدایی بکنه 10 برابر آنچه که برای مواجهه به ایران هست، دارن برای اجحافی که در از حالا 70 ساله سالهای اخیر به اعراب اسرائیلی شده. وضعیت اعراب اسرائیلی باور بکنید هزاران هزار بهتر از آنچه که در ایران هست. بیمای اجتماعی، بیمای درمیانی، واکسیناسیون، ماهی بیمای اجتماعی اونا دست کم بین 800 دلار تا 1000 دلار در سال دارن، در ماه میبخشید دارن میگیرن، نه 1 دلار 2 دلار یارانه ای که به ایران تازه میگن که بهتون داریم کمک میکنیم. از این رو اگر کسی قرار باشه قضیه فلسطین رو اسلامیزه بکنه از طریق حماس، از طریق موشکبرانی، از طریق تهدیداتی که میشه، ما اسرائیلی ها تونستیم با آنانی که خود را به اصطلاح فلسطینی میخوانند، که در پارتیشن، که در برحال وقتی که آمدن دیویژن انجام دادن و تقسیم اراضی کردن، نامی از فلسطین فقط در 1964 برده شد. نام فلسطین نه در قرآن آمده، نام اورشلیم نه در قرآن آمده، بلکه بیت المقدس آمده، یعنی بیت المقدس همانا معبد سلیمانی. از این رو آنچه که بعد از جنگ جهانی اول ما ببینیم،
19 14 تا 19 18 برای سایکس پیکو بود که اومدن یکایک این کشورها و دولت‌ها رو تقسیم کردن و دولت‌های تصنعی مثل اردن هاشمی رو روی کار آوردن، همینطور سوریه، همینطور عراق، ولی اینها زیربناهای مذهبی داره، قومی و عشایری داره. از این رو بر حال آنچه که اپوزیسیون در حال حاضر به دنبالش هست، به دنبال یک ائتلافی هست